خبرگزاری ها از ادامه حملات هوایی توسط عربستان سعودی و کشورهای عربی در یمن خبر دادند. بنابراین اخبار صبح روز جمعه مناطقی در صنعا و سعده که در کنترل حوثی هاست مورد حمله قرار گرفته است. همچنین گزارش ها حاکی است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه شهر عدن در جنوب این کشور را ترک کرده و وارد ریاض شده است. شبکه خبری العربیه گزارش داده است که عبدالرب منصور هادی تحت حفاظت عربستان شهر عدن را ترک کرده است. وی قرار است در نشست اتحادیه عرب که روز شنبه در شرم الشیخ برگزار می شود شرکت کند. گزارش شبکه الجزیره نیز حاکی است که نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی توانستن شهر الهوته و همچنین پایگاه الاند در 60 کیلومتری شمال عدن را از نیروهای شیعه حوثی مورد حمایت ایران باز پس بگیرند. همچنین گزارش‌های مبنی بر تشدید مواجهه نظامی در تنگه استراتژیک باب المندب در جنوب یمن منتشر شده است. خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعا از قول منابع آگاه یمنی نوشته است اطلاعات مؤکدی وجود دارد که نشان می‌دهد تدارکات لازم برای بستن تنگه باب المندب از طریق استفاده از موشک‌های زمین به دریا در حال انجام است. این منابع گفتند این موشک‌های ساخت چین همان موشک‌هایی است که طی جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی جنوب لبنان توسط حزب الله علیه قایق‌های اسرائیلی مورد استفاده قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران این موشک‌ها را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است، اما برای شلیک آنها مشاوران نظامی سپاه پاسداران شرکت دارند و با توجه به خروج ده‌ها تن از افسران سپاه پاسداران از صنعا و سعده به سوی مرزهای سلطان نشین عمان برای فرار از یمن بعید به نظر می‌رسد موشکی به سوی کشتی‌ها در منطقه باب المندب شلیک شود. روزنامه مصری الاهرام نیز در شماره امروز خود نوشته است که عربستان و کشورهای همراه آن در عملیات نظامی در یمن محاصره تنگه باب المندب را آغاز کردند. الاهرام همچنین نوشته است که ناوگان غربی عربستان سعودی بنادر اصلی یمن را مسدود کرده است. باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند از جمله نقاط راهبردی برای حمل و نقل دریایی در جهان به شمار می آید. همزمان منابع سعودی گفتند که چند فروند کشتی متعلق به نیروی دریایی مصر به منظور تأمین امنیت خطوط کشتیرانی به منطقه اعزام شدند، اما برخی ناظران معتقدند که یکی از مأموریت‌های این کشتی‌ها جلوگیری از حمل کمک‌های نظامی به خصوص از سوی ایران برای شورشیان مخالف دولت یمن است. تحولات نظامی در حالی در جریان است که در مورد هدف‌ها و دامنه عملیات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن نظرات متفاوتی ابراز شده است. ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن گفته است که در صورت توقف پیشروی نیروهای حوثی به سوی مناطق جنوبی یمن و شهر عدن حملات هوایی ائتلاف متوقف خواهد شد. وی افزود احتمال توقف عملیات جنگی طی روزها و حتی ساعات آینده وجود دارد. در تحول دیگر رئیس جمهوری ترکیه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته است که تلاش‌های تهران، آنکارا، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. ترکیه قبلا نیز حمایت خود از حمله عربستان به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن را اعلام کرده و از این گروه شبه نظامی و حامیان خارجی آن خواسته بود که اقدامات تهدیدآمیز خود علیه صلح و امنیت در منطقه را متوقف کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ایران در تلاش برای تسلط بر منطقه است. آیا می شود این را تحمل کرد؟ اردوغان با اعلام اینکه وضعیت به درگیری فرقه‌ای کشیده شده است از ایران خواست که دست از اقدامات خود بردارد. وی گفت جمهوری اسلامی باید دیدگاهش را تغییر دهد. ایران باید نیروهایش و هرچه که در یمن، سوریه و عراق دارد را بیرون بکشد و به تمامیت ارضی این کشورها احترام بگذارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه طی بیانیه‌ای از عملیات نظامی عربستان در یمن حمایت کرده.
وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه همینطور گفته که عربستان ترکیه رو پیش از آغاز عملیات در جریان گذاشته بوده و ترکیه از زمان آغاز عملیات و نحوه این عملیات آگاه بوده. خبرگزاری دولتی ترکیه TRT نیز در خبری کوتاه موضع حمایتی ترکیه در این رابطه رو بازتاب داده. میدونیم عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی شامگاه چهارشنبه عملیات هوایی رو بر علیه مواضع حوثی‌ها در یمن آغاز کرده، عملیاتی که به گفته مقامات عربستانی امریکایی‌ها نیز در جریان اون قرار دارن و حتی کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی رو در این زمینه انجام دادن. عربستان میگه که نیروهای سعودی برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده یمن دست به عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی زدند و این عملیات با درخواست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن انجام گرفته. این مسئله هم در رسانه‌های ترکیه بازتاب زیادی داشته و آنطور که رسانه‌های ترکیه عنوان کردن، کشورهای امارات، کویت و قطر مجموعاً با 70 فروند جنگنده نظامی در این عملیات به عربستان یاری میدن. به جز کمک اطلاعاتی امریکا، ترکیه تنها کشور غیر عربی هستش که بلافاصله از این عملیات حمایت کرده. البته عربستانی ها میگن که پاکستان هم در این زمینه اعلام آمادگی و حمایت کرده. شاید یکی از کم سابقه ترین ائتلاف‌های منطقه‌ای به ویژه در میان کشورهای عربی رو در طی سالهای اخیر شاهد هستیم. نگرانی‌های مشترک ترکیه در کنار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از گسترش حوزه نفوذ گروه‌های شیعی مورد حمایت ایران در منطقه همه و همه میتونه از دلایل عمده تشکیل این ائتلاف باشه. ترکیه هم مستثنا از این نگرانی‌ها نیست، هرچند فعلا به حمایت لفظی بسنده کرد. اما اشاره هم بکنم که وزارت خارجه ترکیه در اطلاعیه جداگانه از شهروندان خودش خواسته از سفر به یمن پرهیز بکنن و آن عده که در یمن حضور دارن فوراً این کشور رو ترک بکنن. حالا بعد از سوریه و عراق، یمن جبهه جدید مورد اختلاف میان مقامات ترکیه و جمهوری اسلامی هم میتونه باشه. دو کشور علارغم روابط اقتصادی رو به گسترش، اما به شدت در حوزه رویدادهای منطقه‌ای دچار اختلاف نظر هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و جان کری همتای آمریکاییش سومین دور مذاکرات خود را امروز در لوزان سوئیس آغاز کردند. در این دور از گفتگوها علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا و همچنین حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری حضور دارند. گفتگوهای امروز در حالی آغاز شده است که سنای آمریکا روز گذشته در اقدامی نمادین به ایران درباره تحریم‌های بیشتر هشدار داد. سنای آمریکا دیروز به اصلاحیه‌ای غیر التزام‌آور در بودجه آن کشور رأی داد که بر اساس آن چنانچه ایران هر یک از موارد توافق احتمالی با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی خود را زیر پا بگذارد، با تحریم‌های جدید روبرو می‌شود. سناتور جمهوری خواه مارک کریک پیشنهاد تصویب این اصلاحیه را داده بود که با رأی 100-0 نمایندگان روبرو و تصویب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اصلاحیه بودجه مبلغی را در نظر می‌گیرد که اگر تهران از هر یک از موارد توافق موقتی جاری یا توافق جامع احتمالی در آینده تخطی کند، خرج اعمال تحریم‌های جدید خواهد شد. خبرگزاری فرانسه میگوید این اصلاحیه به مانند قانون نیست، اما هشداری از سوی سناتورهای آمریکایی است که میخواهند نشان دهند آمادگی دارند فوراً در مورد ایران در صورت زیر پا گذاشتن توافق‌ها اقدام کنند. سناتور کریک به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر روزی متوجه شویم که برنامه اتمی ایران رو به توسعه گذاشته است، آن موقع می توانم به یاد این 100 سناتور بیاورم که امروز به اصلاحیه رأی دادند. خبرگزاری رویترز میگوید مارک کریک از جمله کسانی است که عمیقاً به مذاکرات بین المللی در مورد برنامه اتمی تهران بدبین است.
میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا روز 4 فروردین ماه گفته بود در صورتی که تهران تا پایان ماه مارس با طرف‌های مذاکره در مورد برنامه اتمی به توافق نرسد، این نهاد قانونگذاری ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به رأی می‌گذارد. همزمان یک دیپلمات ارشد بریتانیایی در لوزان سوئیس گفته است مذاکرات هسته‌ای شاهد پیشرفت بوده، اما رسیدن به توافق سیاسی نیازمند برطرف شدن شکاف‌های باقی مانده در روزهای آتی است. این دیپلمات گفته است مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شاهد پیشرفتی واقعی بوده است. به گزارش رویترز این دیپلمات بریتانیایی که در حاشیه دور تازه مذاکرات هسته‌ای صحبت می‌کرد گفته است وظیفه ما در چند روز آینده این است که ببینیم آیا می‌شود شکاف‌ها را پر کنیم و به چارچوب سیاسی برسیم که بعداً بتواند به توافق منجر شود. شبکه بلومبرگ روز پنجشنبه نیز گزارش داد که طرفین تلاش می‌کنند تا روز یکشنبه بر سر چارچوبی شامل راهکارهای اصلی به تفاهم برسند. در همین حال عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا اطلاعات دریافتی عربستان از دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای در حال شکل‌گیری با ایران را مثبت خواند، اما قضاوت نهایی در این باره را به زمانی موکول کرد که کشورش از جزئیات مذاکرات باخبر شود. عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به این سوال که آیا ریاض در صورت توافق هسته‌ای با تهران اقدام به ساخت سلاح‌های اتمی خواهد کرد گفت این چیزی نیست که درباره آن علنی گفتگو کنیم. در پی حمله هوایی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس به یمن، بهای نفت خام برنت 3% افزایش یافت. هر بشک نفت خام دریای شمال به بالای 59 دلار رسیده است. عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی اختلالی در صادرات نفتی کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس ایجاد نکرده است. با این حال ترس از احتمال توسعه درگیری‌ها به نگرانی در مورد امنیت محموله‌های نفتی در منطقه خاورمیانه دامن زده است. ایران که از شبه نظامیان حوثی حمایت می‌کند، عملیات نظامی عربستان سعودی را محکوم کرده است. بهای هر بشک نفت خام دریای شمال برنت در اواخر روز پنج شنبه 6 فروردین با 2.96 دلار افزایش 59.44 دلار داد و ستد شد. بهای نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدییت نیز با 2.33 دلار افزایش به 51.54 دلار رسید. جردن پری، تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره ارزیابی ریسک و ریسک ماپل کرافت به بخش اقتصادی رویترز گفت علت این درگیری نگرانی عربستان سعودی از وجود متحد ایران در همسایگی خود است. این تحلیلگر گفته است افزایش بهای نفت که در 24 ساعت گذشته شاهد آن هستیم واکنشی تا حدودی مبالغه آمیز است. کویت یکی از کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک با پشتیبانی از حملات هوایی عربستان سعودی گفت پس از شروع عملیات نظامی تدابیر امنیتی اطراف تأسیسات نفتی خود را افزایش داده است. در حالی که تولید نفت یمن که یکی از تولیدکنندگان کوچک نفت است در ماه‌های اخیر مختل شده است، کشورهای عرب تولیدکننده نفت باید محموله‌های نفتی خود را از آبراه حیاتی که خط ساحلی خلیج عدن تا کانال سوئز امتداد دارد به اروپا برسانند. پهنای این آبراه به نام باب المندب که در آب‌های بین یمن و جیبوتی واقع شده است، کمتر از 40 کیلومتر است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا این آبها را ایستگاه مرزی ذخایر نفت جهانی توصیف می‌کند. بنا به ارزیابی این مؤسسه سال 2013 روزانه 3 میلیون 800 هزار بشک نفت از باب المندب عبور کرده است. منابع دریانوردی گفتند که 4 ناو مصری برای حفظ امنیت راه‌های حمل و نقل دریایی پس از عبور از کانال سوئز راهی آب‌های یمن شدند. پس از قوی شدن دلار و انتشار آمار بهبود میزان اشتغال در آمریکا، بهای نفت خام که رو به افزایش بود کاهش یافت و به پایین‌ترین نرخ برابری با یورو در 3 هفته گذشته رسید.
افزایش بهای کالاهای با ارزشی که با دلار سنجیده می شود با ارزش دلار نسبت معکوس دارد. کارشناسان بازارهای ارز می گویند افزایش اولیه بهای نفت ممکن است واکنشی مبالغه آمیز در مقابل تردید در مورد ثبات عرضه نفت در بازار جهانی باشد. بنا به داده‌های هفته گذشته، بازارهای مالی و بورس رکورد بی سابقه پایین‌ترین ارزش سهام نفت خام آمریکا را در معاملات خود تجربه کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حاضر است با آمریکا به مذاکره بنشیند. این گفته‌ها پس از آن مطرح می‌شود که واشنگتن با وجود ابراز تمایل به حضور نماینده دولت در مذاکرات احتمالی برای پایان دادن به جنگ داخلی آن کشور تأکید کرده است، شخص بشار اسد هیچگاه نمیتواند در آن نقش داشته باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که حکومت او بر بخشهایی از کشور کنترل دارد، در گفتگویی با برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS که روز 6 فروردین پخش شده است، به گفته‌های تازه مقام‌های آمریکایی واکنش نشان داده است. به نظر می‌رسد که این سخنان اسد واکنشی به اظهارات اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکاست که اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود احتمالاً باید فشار بر اسد افزایش یابد تا او را به مذاکراتی برای گذار سیاسی در سوریه مجبور سازد. سخنان جان کری واکنش‌های تندی در میان متحدان اروپایی و عربی واشنگتن برانگیخت، به طوری که ایالات متحده آمریکا بار دیگر موضوع گفتگو با اسد را منتفی دانست و از جمله سخنگوی جان کری تأکید کرد برای اسد در سوریه آینده‌ای وجود ندارد. اسد در مصاحبه تلویزیونی خود درباره اظهارات اخیر کری گفت این سخنان تا کنون فقط یک اظهار نظر است و نه چیزی مشخص یا رویکردی تازه که ایالات متحده آمریکا با توجه به بحران سوریه اتخاذ کرده باشد. رئیس جمهوری سوریه همچنین خاطر نشان ساخت که در حال حاضر ارتباط مستقیمی میان دولت‌های آمریکا و سوریه وجود ندارد. آمریکا بارها تأکید کرده است که راه پایان دادن به جنگ داخلی سوریه مذاکره است. وزیر خارجه آمریکا در دی ماه سال 1392 گفته بود هر کسی که اداره مرحله احتمالی گذار در دولت سوریه را بر عهده می‌گیرد باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون آن کشور باشد. واشنگتن و مسکو تلاش کردند که تا برپایی مذاکرات صلح در ژنو راهی برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه که بیش از 210,000 قربانی گرفته و میلیون‌ها آواره و پناهنده بر جای گذاشته بیابند. مذاکرات ژنو محل اختلاف نظرهای شدید میان نمایندگان دولت سوریه، مخالفانش و حامیان آنها شده است. تلاش‌های صلح تاکنون فرجامی نداشته است. طبق برآورد سازمان ملل از زمان آغاز قیام بر ضد رژیم بشار اسد در سوریه در ماه مارس 2011 تاکنون حدود 200,000 تن در این کشور کشته شدند. بخش بزرگی از قربانیان به دست نیروهای نظامی بشار اسد کشته شدند. ایالات متحده آمریکا در پیکار علیه نیروهای دولت اسلامی با هواپیما هزاران اعلامیه در جنوب غربی منطقه رقه در سوریه پخش کرد. رقه جزو مناطق تحت نفوذ دولت اسلامی است. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که هدف از پخش این اعلامیه‌ها تلاش برای جلوگیری از پیوستن مبارزان داوطلب به دولت اسلامی است. بر روی این اعلامیه‌ها کاریکاتوری نقش شده که نشان می‌دهد داوطلبان پیوستن به دولت اسلامی به صف شده‌اند تا به داخل یک چرخ گوشت بروند. این نخستین بار است که آمریکا در سوریه اعلامیه پخش می‌کند. در زمان جنگ جهانی دوم از این وسیله تبلیغاتی به کرات استفاده شده بود. دولت اسلامی بخشی از خاک سوریه و عراق را تحت کنترل خود آورده و در آنجا خلافت اسلامی برپا کرده است. ایالات متحده آمریکا از سپتامبر سال گذشته حملات هوایی خود بر ضد مواضع دولت اسلامی را آغاز کرده است. روزنامه‌های بریتانیایی امروز پنجشنبه 6 فروردین ماه از حکم دادگاه عالی بریتانیا به عنوان پیروزی بزرگ برای شفافیت در صحنه سیاست یاد کردند. روزنامه ایوینینگ استاندارد صفحه خود را به تصویری از پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و خبر دادگاهی اختصاص داده است که دولت بریتانیا را ملزم می‌سازد مکاتبات پرنس چارلز با دولت را منتشر کند.
نامه‌های مورد نظر 27 نامه است که توسط پرنس چارلز در سال‌های 2004 و 2005 به 7 نفر از وزیران نوشته شده است. راب آوانز، خبرنگار روزنامه گاردین، بر اساس قانون آزادی اطلاعات و آیین‌نامه اطلاعات زیست محیطی خواستار افشای این نامه‌ها شده بود. پس از خودداری دولت از انتشار نامه‌های پرنس چارلز، خبرنگار گاردین به محکمه بدوی داوری مراجعه کرد و پرونده برای رسیدگی به محکمه عالی داوری فرستاده شد. محکمه عالی داوری پس از 6 روز استماع استدلال‌های حقوقی طرفین و بررسی اسناد به نفع آقای آوانز رأی داد و گفت انتشار نامه‌های ولیعهد بلامانع است. هیچ یک از وزارتخانه‌های مربوط از رأی محکمه عالی داوری استیناف‌خواهی نکردند، اما مشاور عالی حقوقی دولت به دلیل اینکه نامه‌های ولیعهد حاوی نظرات و باورهای عمیق و شخصی اوست، برخلاف رأی محکمه عالی داوری تصمیم به جلوگیری از انتشار نامه‌ها گرفت. اما روز گذشته قضات دادگاه عالی بریتانیا با اکثریت قاطع درخواست تجدید نظر مشاور عالی حقوقی دولت را رد کردند و گفتند جلوگیری از انتشار نامه‌ها غیر قانونی بوده است. بدین ترتیب دولت باید پس از 10 سال رسیدگی در محاکم داوری و قضایی بالاخره محتوای نامه‌ها را افشا کند، اما بر اساس قانون 1 ماه برای انتشار آنها فرصت دارد. یک سخنگوی ولیعهد بریتانیا گفته است که او از اینکه نامه‌های خصوصی افشا خواهند شد ناخشنود است، اما مسئله به دولت مربوط است و نه ولیعهد. دیوید کامرون نخست وزیر نیز از حکم دادگاه عالی بریتانیا ابراز ناخرسندی کرده، اما گفته است دولت اینک در خصوص بهترین راه افشای 27 نامه تصمیم خواهد گرفت. طرفداران شاهزاده چارلز همواره گفته بودند افشای نامه‌های او به اعضای هیئت دولت موقعیت بی‌طرفی سیاسی او را زیر سوال خواهد برد. در مقابل استدلال طرفداران آزادی گردش اطلاعات این بوده است که کسی که به موجب قانون اساسی غیر مدون بریتانیا باید به لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد، نباید بر اعضای هیئت دولت فشار سیاسی وارد کند و افشای نامه‌ها نشان خواهد داد که آیا ولیعهد واقعاً فراتر از نقش قانونی خود خواستار نفوذ بر سیاست‌های دولت بوده است یا خیر. سردبیر روزنامه گاردین روز گذشته از حکم دادگاه عالی بریتانیا استقبال کرده و گفته است دولت در تلاش برای کتمان کردن محتوای نامه‌های پرنس چارلز صدها هزار پوند تلف کرده است. آلن راسبریجر گفت دولت معترف بوده افشای نامه‌ها می‌تواند موقعیت ولیعهد در قبال مردم و ذهنیت مردم نسبت به او را مخدوش کند. اینک وقت آن رسیده که با انتشار نامه‌ها مردم بتوانند خود تصمیم گیری کنند. سردبیر گاردین روز گذشته را روز خوبی برای شفافیت در دولت دانست و گفت این واقعه نشان می‌دهد که داشتن دستگاه قضایی کاملاً مستقل و رسانه‌های آزاد تا چه حد مهم است. نظام سیاسی بریتانیا بر ساختار سلطنت مشروطه پایگذاری شده است. حقوق سیاسی شاه یا ملکه بر 3 حق مطلع بودن، تشویق کردن و هشدار دادن محدود شده است. این بدان معناست که چارلز حتی وقتی که تاج و تخت سلطنت را به ارث ببرد، حق نفوذ بر اعضای دولت را نخواهد داشت.